گروه موسیقی تجربی آیدرور با رهبری ریچارد کریک، پیانیست و آهنگساز و با هم نوازی تعداد دیگری از نوازندگان برجسته موسیقی تجربی در هشتمین جشنواره بهاری موسیقی غیر انتفاعی The Kitchen به بررسی و کاوش در زمینه موسیقی تجربی آمریکایی و موسیقی آوانتگارد اروپایی پرداختند. ریچارد کریک، استاد آهنگسازی و تاریخ موسیقی در دانشگاه‌های کلمبیا و NYU و یکی از بنیانگذاران گروه آیدرور، از انگیزه ایجاد این آنسامبل صحبت کرد. من و همکارم دیوید شایولی گروه را چند سال بعد از دوره دانشگاهمون بنیانگذاری کردیم. وقتی شروع کردیم جو موسیقی نیویورک طور دیگه‌ای بود و مثل امروز رونق نداشت. ما می‌خواستیم نوعی از موسیقی رو به مردم معرفی کنیم که باهاش زیاد آشنا نبودن و خودمون خیلی دوستش داشتیم. در شروع فقط 3 نفر بودیم، ولی با گذشت زمان به تعدادمون اضافه شد و امروز گاهی تا 20 نفر هم هستیم. نیویورک خیلی جالبه. مخاطبین موسیقی ما در این شهر با هم خیلی فرق دارن. هم دانشجوها به برنامه‌هامون میان و هم طیف وسیعی از افراد میانسال و مسن‌تر که اهل رفتن به کنسرت‌های فیلهارمونیک نیویورکن، ولی در عین حال علاقه دارن که کارهای دیگه‌ای هم بشنون. بعد هم یک گروه نوازنده‌ها و علاقه‌مندهای به موسیقی تجربی در بروکلین و جاهای دیگه داریم که همه اینها نیویورک رو جذاب‌تر می‌کنه. میا ماساوکا، آهنگساز و هنرمند اجرایی مشهور ژاپنی تبار، بیش از 2 دهه است که در زمینه موسیقی الکترونیک و لیزر برای ارکسترهای مجلسی و گروه‌های کور آهنگسازی می‌کند. وی در قطعات خود از جمله به بررسی صدا در حرکت حشرات و واکنش فیزیولوژیکی گیاهان، مغز انسان و بدن خود به صدا و موسیقی می‌پردازد. صدا یکی از اولین احساساییه که نسبت به محیط اطرافمون حس می‌کنیم و می‌تونه احساسات خاصی رو در ما ایجاد کنه. احساساتی که شاید نتونیم با کلام بیان کنیم. فکر می‌کنم این بخشی از مغز ماست که قبل از اینکه حتی فکر کنیم، موجب واکنش در بدنمون میشه. ما یه چیزی میشنویم، حس میکنیم و واکنش نشون میدیم. مثلا به محض اینکه یه چیزی میخواد بهمون اصابت کنه، بلافاصله جیغ میکشیم و یا گریه یه نوزاد موجب واکنش شدید در ما میشه. استر نو، نوازنده ویولون و یکی از اعضای ثابت گروه آیدرور، تعریف میکند که چگونه بعد از دریافت مدرک دکترا در رشته نوازندگی ویولون جذب موسیقی تجربی شد. من از بچگی سبک موسیقی کلاسیک رو به طور اصولی آموزش دیده بودم و همیشه فکر می‌کردم وقتی بزرگ میشم تک نواز ویولون در ارکستر سمفونی‌های مجلسی میشم. اما در دوره دانشگاه با یه سری نوازنده موسیقی جاز آشنا شدم. مخصوصا با یه نوازنده پیانوی برجسته که منو به شدت تشویق به بداهه نوازی کرد و با موسیقی معاصر آشنا کرد. اولش یکم برام عجیب و جدید بود، ولی وقتی شروع به نواختن کردم یه دفعه عاشق این سبک شدم. از اون موقع به بعد دیگه درگیرش شدم. شایبلی، نوازنده سازهای کوبه‌ای و سیمبالوم، از دیگر بنیانگذاران این آنسامبل است که به هنر چیدمان در موسیقی الکترونیک و افکت‌های آنالوگ و سیستم‌های مختلف صوتی در آثارش معروف است. من خیلی سال پیش موسیقی رو به عنوان درامر موسیقی پانک راک شروع کردم و فکر میکنم جذب انرژی، صدا و شدت و هیجانش شدم. اما به مرور سنم که بالاتر رفت، حسم نسبت بهش تغییر کرد. از دیوید شایبلی در مورد نظرش نسبت به موسیقی پاپ روز یا اصطلاحاً مینستریم پرسیدم. من واقعا خیلی از کارهای پاپ روز رو دوست دارم. مسلماً متعلق به یک صنعتیه که بر اساس فرمول کار میکنه. اما آدم‌ها میتونن با فرمول‌های مشخص هم به شکل‌های جالب و متفاوت بازی کنن. گاهی مردم طوری پاپ رو تولید میکنن که جواب میده و در بازار موفق میشه. تنها چیزی که هست اینه که احساس میکنم حجم تولید موسیقی این روزها بیشتره، اما محتوا و معنیش کمتر میشه.
اما موسیقی از نقطه نظر این دست از موسیقیدانان حرفه‌ای که سلسله مراتب فراگیری و رشد در موسیقی را به طور کلاسیک پشت سر گذاشتند به چه سویی می‌رود؟ آنچه که همه این هنرمندان متفقاً اظهار دارند این است که با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی و دسترسی راحت‌تر عموم مردم به ابزار تولید صدا، بسیاری می‌توانند حتی بدون داشتن پایه آموزش موسیقی ساختن آن را تجربه کنند. بنابراین معنی و مفهوم موسیقی در آینده نزدیک به شکل قابل توجهی تغییر خواهد کرد. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.